سلام و وقت بخیر میگم به شما بینندگان عزیزم. تو این ویدیو نشانه های خاموش قند خون بالا و دیابت رو میخواییم بهتون بگیم. میدونیم که دیابت یکی از بیماری هایی که عوارض فوق العاده بدی میتونه توی زندگیمون داشته باشه. همراه ما باشید تا با نشانه های خاموش قند خون بالا و دیابت که ممکنه هیچ متخصصی اون رو به شما گوش زد نکنه بیشتر آشنا بشید. خوشحال میشم که کانال ما رو سابسکرایب کنید، زنگولک کنار سابسکرایب رو بزنید و برای اینکه از همه ویدیوهای ما مطلع بشید دکمه آل رو بزنید. دیابت بیماری خاموش قرنه، نوع دوم اون رایج‌تره و به علت سبک زندگی اشتباه به وجود میاد. خب یه سری نشانه های خاموش داره که حتی متخصصان هم به شما گوش زد نمی کنن که اینها علائم ورود به این بیماریه و تو این ویدیو قراره بهتون بگیم. شماره 1، دستشویی رفتن های مکرر. اولین نشانه دیابت نوع دوم تکرار ادراره. در بدن ما میزان زیادی از قند بلا استفاده وجود داره که کلیه تشخیص دفع اونها رو میده. در این صورت تعداد دستشویی رفتنها زیاد میشه و در هر بار میزان ادرار به طور محسوسی بیش از حد طبیعیه. شماره 2، تشنه تر از حد معمول. برای اینکه قند اضافی موجود در خون ما دفع بشه، بدن تقاضای آب بیشتری داره. کسانی که دیابت خاموش دارن علائمی مثل تشنگی بیش از حد دارن. در این صورت شخص بیش از حد معمول از آب میوه، نوشابه و شیر کاکائو استفاده میکنه. شماره 3، کاهش وزن بی دلیل. قندهایی به دست اومده از مواد غذایی که برای سوخت ماهیچه‌ها و حفظ بقای بدن به اونها نیاز داریم، به راحتی در ادرار از بدن خارج میشه بدون اینکه سلول‌های بدن ما بتونه از اونها مصرف کنه. در این صورت ما انرژی مورد نیاز برای هضم رو پرداخته اما انرژی دریافت نمی‌کنیم. در این صورت که بدون هیچ رژیم غذایی و تحرک بیشتری لاغر میشیم. شماره 4، گرسنگی بیش از حد معمول. بالا بودن سطح قند خون یا همون گلوکوز در بدن به معنی تامین قند مورد نیاز ماهیچه‌های بدن نیست. در واقع انسولین موجود در خون ما به خوبی برای بدن ما کار نمی‌کنه و ما بیشتر و زودتر از حالت نرمال احساس گرسنگی مفرط می‌کنیم. این گرسنگی کاذب نبوده و در اکثر مواقع با افت فشار ناگهانی و سرگیجه همراهه. مورد 5، خستگی‌های همیشگی. خستگی‌های همیشگی برای بیماران دیابتی نرماله. خستگی‌ها به این دلیل به وجود میاد که غذاها سوخت لازم برای سلول‌های بدن رو تأمین نمی‌کنه و قندهایی به دست اومده از مواد غذایی دفع میشه. مورد بعدی، حالت بد روحیه. به علت وجود گلوکوز اضافی در بدن، حالتی مانند افسردگی‌های موقتی رو تجربه می‌کنیم. پس نسبت به تغییرات ناگهانی حال خود هم حساسیت‌های لازم رو باید داشته باشید، حتی اگه بدون دلیل رخ بده. مورد 7، تاری دیده. دیابت با مسدود کردن رگ‌های خونی پشت چشم‌ها موجب تاری دید میشه. گلوکوزی که بر اثر دیابت در خون ما وجود داره نوعی متفاوتی با گلوکوزهای رایج برای سوخت بدنه و به همین دلیل به ارگانهای بدن آسیبهای جدی میرسونه. اولین نشانه درمان دیابت با رفع تاری دید همراهه، به شرط اون که هرچه سریعتر برای درمان اقدام کنید. مورد 8، تأخیر در بهبود زخمها و خونریزی. دیر خوب شدن زخم‌ها و بند اومدن خونریزی در هنگام بریدگی یا سوختگی از نشانه‌های دیابته. ممکنه این نشانه‌ها با کمبود فاکتورهای پوستی نیز بروز کنه که در هر دو صورت بهتره آزمایش مربوط رو انجام بدید و با پزشکتون در میان بذارید. مورد 9، بی‌حسی و خواب رفتگی دست و پاه. یکی از نشانه‌های خاموش دیابت در بدن مانند بی‌حسی در انگشتان پا، صدمه به رگ‌های عصبیه. این صدمات میتونه با بی‌حسی و خواب رفتگی های مکرر دست و پاها نشان داده بشه که نباید به اونها بی تفاوت باشیم، زیرا تخریب رگ‌های عصبی بدن غیر قابل ترمیمه. مورد 10، عفونت های ادراری. وجود مقادیر بالای قند در ادرار موجب جذب باکتری ها در ناحیه تناسلی میشه. بنابراین بیماری های باکتریایی و عفونت های ادراری میتونه از نشانه های خاموش دیابت باشه.
مورد بعدی نقاط تیره‌ای روی پوسته. سطح بالای انسولین باعث میشه سرعت تولید سلول‌های پوستی بالا بره و وضعیتی به نام آکاندوز پیش بیاد. این حالت بیشتر خود را روی پوست پشت گردن، زیر بازو و یا چین ابرو نشون میده. حالا به یه دون علائم نشان دهنده مشکل قند در خون میگیم. زیاد حواس شیرینی نان و کلوچه میکنید. خوردن شیرینی حواس خوردن غذاهای شیرین رو در شما کم نمیکنه. اگه یه وعده غذایی رو نخورید یا دیر بشه عصبی میشید. برای گذروندن روز به کافئین نیازمندید. اگه یه وعده رو از دست بدید احساس گیجی میکنید. غذا خوردن باعث میشه احساس خستگی و نیاز به خوابیدن پیدا کنید. کاهش وزن براتون دشوار میشه. حافظتون مانند آنچه قبلا بود نیست. میان تنتون با باسنتون برابر شده یا حتی بزرگتر از اونه. میل جنسیتون کاهش پیدا کرده. حالا راه‌های طبیعی برای بهبود تعادل و مشکل قند خون چیه؟ اول اینکه میزان قند خونتون رو باید پیدا کنید. اگه میزان قند خونتون پایین‌تر از 100 باشه فرد سالمی هستید و دیابت ندارید. اگه بین 100 الی 126 باشه یعنی پیش دیابتید و مستعد ابتلا به بیماری دیابت. بالای 130 هم دیابت نوع 1 هستش که باید تحت درمان قرار بگیره. یادتون باشه حتما باید منیزیم مصرف کنید. مصرف بالای منیزیم میتونه حساسیت به انسولین رو بهبود ببخشه. همچنین منیزیم چربی و فشار خون بالا رو بهبود میبخشه. مورد بعدی که باید رعایت کنید اینه که کرومیوم خودتون رو تقویت کنید. وقتی سطح کرومیوم پایینه، سطح کلسترول HDL سقوط میکنه. در نتیجه مقاومت به انسولین افزایش و چربی خون بالا میره. مکمل کرومیوم میتونه عمل گیرنده ها رو تقویت کنه. بهترین غذاهایی که منبع کرومیوم به حساب میان عبارتند از پیاز، گوجه فرنگی و سیب زمینی. مورد بعدی اینه که ویتامین ای مصرف کنید. ویتامین ای نشان داده که میتونه از حساسیت به انسولین حمایت کنه. مورد بعدی اینه که بعضی ادویه ها مثل دارچین رو در برنامه خودتون قرار بدید. دارچین میتونه فعالیت های علامت دهی انسولین در سلول های چربی رو تغییر بده. روده خودتون رو کنترل کنید. سلامت روده و تعادل قند خون به شکل جدایی ناپذیری با هم در ارتباطه. کمی نور آفتاب دریافت کنید و ویتامین دی استفاده کنید. استفاده از مکمل ویتامین دی میتونه به مدت 12 هفته چربی بدن رو تا 7% کاهش بده. مصرف چربی های سالمتون رو افزایش بدید. قند خون بالا در افراد غیر دیابتی عملکرد قسمت هایی از مغز رو که به واسطه بیماری آلزایمر تحت تاثیر قرار میگیره کاهش میده. به همین دلیله که در ادبیات پزشکی به آلزایمر دیابت نوع 3 گفته میشه. و امگا 3 مصرف کنید. قابلیت اسید چرب امگا 3 اینه که میتونه خطر سکته مغزی و حمله قلبی رو کاهش بده، اما اونها قابلیت دیگه هم دارن، به ویژه برای دیابتی ها. چربی های امگا 3 مانند روغن ماهی با دیابت در ارتباطه و میتونه خطر این بیماری رو کاهش بده. مرسی از همراهیتون تا آخر این ویدیو. تا ویدیوی بعدی، شب و روزتون خوش و خدا یار و نگهدارتون.